دولت چپ میانه استرالیا روز پنجشنبه قانون جدیدی را برای مبارزه با جرائم ناشی از نفرت ارائه کرد که در صورتی که فردی نژاد، جنسیت، منشأ قومی، مذهب فرد دیگری را مورد هدف قرار دهد، مجازات‌های کیفری از جمله زندان برای او در نظر گرفته می شود. این لایحه در حالی ارائه می شود که دولت استرالیا به افزایش نفرت پس از جنگ اسرائیل و حماس واکنش نشان داده و سال گذشته قوانین جالب توجهی تصویب شده و از جمله سلام‌های نازی‌ها و نمایش عمومی نمادهای گروه‌های تروریستی ممنوع اعلام شده است. مارک دیریفوس، دادستان کل استرالیا، در بیانیه گفت هیچ استرالیایی نباید به دلیل اینکه از چه نژاد و قومیتی هست یا به چه چیزی اعتقاد دارد هدف قرار گیرد. وی در ادامه گفت ما با افتخار در جامعه‌ای پر جنب و جوش، چند فرهنگی و متنوع زندگی می‌کنیم که باید از آن محافظت و آن را تقویت کنیم. این لایحه برای هر کسی که تهدید به استفاده از زور یا خشونت علیه یک گروه یا شخص کنند و یا اگر فردی ترس از تهدید داشته باشد تا 5 سال حبس را پیشنهاد می کند. اگر تهدیدها برای دولت هم خطر ایجاد کند، مجرمان ممکن است به 7 سال زندان محکوم شوند.